همچنان صادقانه زحمت میکشین و تشکری میکنم. سلامت باشید، ما انجام وظیفه میداریم. اگرم پیامی دارید برای هموطنان عزیزمون، دوربین ما در خدمت شما هست، وگرنه شما رو به خداوند یکتا میسپاریم و تا دیداری بعدمون انشالله که همیشه موفقیت های روز افزون داشته باشید. پیام آنچنان خاصی رو فعلا ندارم، فقط با بحران هایی که وطن نازنین ما دچار شده، تنها آرزوی من این است که همیشه خنده بر لبهایشان باشه. خب دوستان عزیز، قسمی که میبینید در کنار خودم طبل نواز برنامه امروز رو دارم. دوست عزیز سلام بر شما. قربان احسان جان، سلام خدمت شما و همکار عزیز، دوستا و آشنایی که اینجا هستیم. سلامت باشه، چقدر سوال خوبی دارین امروز شما. قربانت عزیز جان. نام زیبایتون رو میگیم برای هموطنان ما. تشکر، من یاسر عسکری هستم. دیگه زیر بغلی من نوازم طبل به اصطلاح. یاسر عسکری چقدر مالی؟ باز از افغانستان از کدوم ولایت هستین؟ ما از دایکنده. از دایکنده. بزرگ شده اینجا یا اونجا؟ والله کلان شده کابل. کلان شده کابل. خب چند سال شده ایران هستین؟ 3 سال 4 سال شده. 4 سال. پس ما که درگم میذارم مشکل ندارین؟ نه مشکل نیست. خب خدا رو شکر. امروز سوال خودتون چی هست که اومدین در کنار هموطنانمون بودین و دیدین که مردم چقدر خوشحال بودن و از روز 13 بدر تجلیل کردن؟ والله حس خوبی داشتم، احساس کردم که میال کابل هستم، کلی وطن‌دارا رو دیدم. فکر کردم دوره 4 سال 5 سال پیش ما و شما میرفتیم چکر طرف شرق اجنبی تپه و هم ساتری. روز خوبی بود، جای دوستا و آشنایی که نبودن خالی. چقدر هم خوب، ایشالله که باز روزی بتونیم این برنامه رو در کشور خودمون هم داشته باشیم. پس شما خیلی خوشحالین. چی گفتنی داری برای وطنداران عزیزمون؟ قربانت، همیشه موفق و کامبار. خب بیننده عزیز، یک جهان سپاس و تشکر از شما که تا اینجا ما را همراهی کردید و بیننده برنامه زیبای خودتان بودید. این برنامه امروز به مناسبت روزی 13 بدر بود که تعدادی از هموطنان عزیزمون در اینجا جمع شده بودند و کنار هم خوش گذراندن و شاد بودند. انشالله که شما هم همیشه شاد باشید و دلتان شاد باشه، لبانتان پر از خنده. شما را به خدا میسپارم تا یک برنامه دیگر. خدا یار و مددگارتان.